وزارت مالیه میگوید که برای جمع‌آوری عاشور و زکات از شهروندان کشور یک طرح را به گونه مشترک با وزارت‌های زراعت و حج اوقاف آماده و نهایی کرده و قرار است در جریان همین هفته برای تصویب کابینه بر ریاست الوزراء فرستاده شود. سخنگوی این وزارت میگوید پس از تصویب و توشیح این طرح از سوی امیر امارت اسلامی یک برد ویژه برای جمع‌آوری عاشور و زکات ایجاد خواهد شد. سر یک طرح مشترک کار میکردیم که الحمدلله دیروز طرح نهایی شد، بعد از این ارسال میکنیم به اداره امور تا برو به کابینه. با گفته سخنگوی وزارت مالیه، جمع‌آوری عاشور و زکات از شهروندان در یک روند شفاف و به گونه دیجیتالی خواهد بود. در همین حال شماری از عالمان دینی با استقبال از این اقدام حکومت میگویند که پول‌های جمع‌آوری شده عاشور و زکات باید برای مستحقان آن برسد. همین پروسه که آغاز شده اول خب بسیار کار نیک است. واقعا یکی از حکمت‌های زکات همین است که مسلمان‌ها همه در آسایش و آرامش زندگی کنند. از سوی هم شهروندان کشور در مورد این اقدام امارت اسلامی دیدگاه‌های متفاوتی دارند. اول باید شرایط وضعیت مالی و اقتصادی مردم ما درک شود، زمینه کاری ایجاد شود و مثلا معاششان در سر وقت داده شود، زمینه کار باشد، در صورت همه حاضر است. یک کار خوب است، مگر فعلا در این شرایط افغانستان بسیار مشکل است. این مردمایی که سرمایه‌دار است و مردمایی که یک چیزی داره باید اونا جمع کنند، یعنی مردمای غریبی نگیرند. وزارت مالیه در حالی از طرح جمع‌آوری عاشور و زکات سخن میگوید که بسیاری از سرمایه‌داران پس از تحولات اخیر کشور را ترک کردند و شهروندان باقی مانده در کشور شدیداً درگیر بحران اقتصادی هستند.